منم سلام میگم به برادر کاری عزیز، مهمونای عزیز. همینطور که توی این فلایر میبینین، موضوع امروز اینه که تصویرت از جهنم چیست؟ تصور ببخشید. امروز عینک منو اشتباه آوردم، درست نمیتونم، امیدوارم امروز بتونم این همه چی رو بخوره. به هر حال تصویرت از جهنم چیست؟ ما معمولا در سال 2023 ما الان اینجا قرار گرفتیم، گفتیم که یه سالی هست، سال پرستش، شکرگزاری، نه پرستش شکرگزاری معمولی که جمع میشیم همینطور پرستش میکنیم، یه پرستش شکرگزاری که در روح و راستی، که در این پرستش بتونیم حضور خداوند رو بیاریم به در زندگی خودمون، در کلیسا و همینطور هم از طرف کلیسا هم همینطور به دنیا. این هدف هر کلیسا باید باشه که عیسی مسیح رو در این دنیا نمایان سازیم. اینم در این رفتن تو این قدس و لقداس شناخت عیسی مسیحه که او رو با روح و راستی بپرستیم. و ما زمانی که نگاه میکنیم که پرستش یه چیزی هم نیست که به شما بگیم که الان باید بریم بپرستیم، برین الان یه کاری انجام بدیم برای خداوند، دیگه وارد یک بخش دوباره جسمانی میشیم، سعی میکنیم خدا رو جسمانی پرستش کنیم. و زمانی که ما ارزش واقعا نجات خودمون رو بدونیم، چه بهایی عیسی مسیح پرداخت کرده که ما امروز بتونیم بیایم اینجا جمع بشیم با یک امید زنده حیات جاودانی، اگه این ارزشش رو واقعا بدونیم، دیگه اتوماتیک این پرستش واقعا در زندگی ما شروع میکنه به جوشش کردن، میگن. و اینجا من نوشتم و چند مدتی هست که در مورد این قسمت هم که صحبت میکنم، مخصوصا که میبینیم که خیلی الان افرادی هستن که بیشتر همه چی که آنلاین شده که از طرف آنلاین نگاه میکنن، و چقدر زیباست زمانی که کلیسا با هم جمع بشه، با این اتحاد همه با هم شروع میکنیم به پرستش کردن. میدونم امروز هم آیا دقت کردین، دیدین که زمانی که ما بعضی وقت هست که اصلا شاید این چیز رو نداریم، یعنی خسته هستیم، نمیتونیم اینطوری پرستش کنیم، و زمانی که کلیسا شروع میکنه پرستش کردن، میبینی این آتش تو رو میگیره و شروع میکنی تو هم همینطور وارد قدس و لقداس شدن. تو خونه هامون خیلی نرماله، ما میتونیم خدا رو جستجو کنیم، با اون ملاقات داشته باشیم. فقط یه چیز دیگه از یک رازی هست که زمانی که کلیسا با هم جمع بشن، بی خودی عیسی مسیح نگفته زمانی که 2-3 نفر با هم در اسم من جمع بشن، من اونجا حضور دارم، اونجا ساکنم، اونجا حاکم هستم. و اینو من میخوام، من میخوام زمانی که ما اینجا جمع بشیم واقعا من میخوام او رو لمس کنم، من میخوام او رو با اون ملاقات داشته باشم، من میخوام زمانی که خدا وارد میشه باید اتفاقاتی بیفته. اون عیسی مسیح عوض نشده، همون عیسی مسیح که زمانی که هر جایی که میرفت، هر مریضی که آمد، هر مشکلی بود، چطور عیسی مسیح حیات منتقل میکرد. و ما باید اینو بجوییم. و من بعضی وقت احساس میکنم که دیگه همه چی اونقدر عادت شده برای زندگی ما که دیگه اصلا انتظاری هم نداریم. نمیدونم الان به چه دلیلی امروز آمدیم در این کلیسا، اینو از خودت بپرسین. آیا آمدیم با خدا ملاقات داشته باشیم؟ ما میتونیم به هر حال در خونه های خودمون هم اینطور با خدا ملاقات داشته باشیم. اینم هست، فقط زمانی که میایم اینجا همه با هم پرستش میکنیم جلوی خداوند، و در مکاشفه هم میبینیم که چطور همه فرشتهان جمع شدن، تمام پیران جمع شدن، و میبینیم که یک روزی که تمام جمعیت از کدوم زبان، از فرقه، از و همینطور از کشورهای مختلف جمع میشن به حضور خداوند، اونجا با هم پرستش میکنن. و الان یک روز اینو خواهیم دید در کمال. فقط اینجاست که در این کلیسا، یعنی در کلیساها، نه فقط کلیسای ما، در همه کلیساها باید این به وجود بیاد، در روح و راستی. و هر چقدر من در موردش هم این توی چند مدت است که در موردش هم با نسرین هم میتونیم فکر میکنیم، دعا میکنیم، و میبینی که روح القدس هدایت میکنه، کمک میکنه، و تقریبا بعضی وقت هست که یک ریشه نشون میده، یک نوری نشون میده که شاید بلکه مشکل اینه، یا بعضی وقت طوری دیگه حرف میزنه. و اینجا میبینم که این چیز رو داشتم توی قلب خودم که
اینم اینجا نوشتم، اگر مکان رو نشناسیم از کجا عیسی ما رو بیرون آورده و آزاد کرده، ارزش انجیل و نجات رو نخواهیم دانست. ما نمیدونیم از کدوم جهنم خدا ما رو نجات داده. یه قسمت های جهنم هایی بود که در این دنیا که واقعا افسردگی، ناراحتی و زخم ها در زندگیمون به وجود آمده. بعد این اگه مقایسه میکنی با اون جهنم جهنمی که واقعی هست، واقعا مثل یک قطره ای هست. چقدر وحشتناکه، از چه وحشتناکی، از وحشتناک ابدی خدا ما رو نجات داده. از دردها، رنجها و قربانی عیسی مسیح می توانیم ارزش رستگاری خود را ببینید. زمانی که به عیسی مسیح نگاه می کنیم، زندگیش را نگاه می کنیم و تمام این جهنم هایی که ما باید می کشیدیم خودش کشید در این دنیا، از بشریت که خودش را سپرد، و چه دردهایی کشید که یک مرد عادل اصلا احتیاج نیست بکشه. همه چیز رو به خاطر ما، به خاطر اینکه ما رو از جهنم ابدی آزاد کنه. چون مکان را نمیشناسیم از کجا عیسی ما را نجات داد، ارزش نجاتمون نمیدانیم، همینطورم در این فروتنی زندگی نمی کنیم و در این شکرگزاری سپاس و همینطورم ستایش زندگی نمی کنیم و او رو پیروی نمی کنیم، اما با زندگی خوبم بیشتر بی‌حرمتی می کنیم و این مکان که نمی شناسیم، این مکان همون مکان جهنمه. چون اینو نمی شناسیم، به این خاطر بی تفاوت هستیم، به این خاطر حوصله نداریم، به این خاطر اصلا پیروی نمی کنیم. من فکر میکنم عزیزان، اگه عیسی مسیح تو رو ورداره یه 5 ثانیه تو جهنم بذاره، دوباره برگردونه شما رو، نه من، توشم برگردونه، مطمئن هستم تمام زندگیمو پر از شکرگزاری و پرستش بود و اصلا حرفی نبود که بگیم که من تصمیم میگیرم عیسی رو پیروی کنم. اصلا زندگیت روشت او بود، چون ارزشش رو دونستی. این دردهایی که اونجا بود و هنوزم هست و یک روز به کمال خواهد رسید، اینو درک کردی. نمیدونی، میتونی تصور کنی؟ هلو، یک موضوع چالش برانگیز است و توی کلیساها خیلی کم در مورد جهنم صحبت میکنن، چون دوست نداریم بشنویم. ما الان بیشتر دوست داریم حالا بشنویم چقدر خدا ما رو دوست داره، چقدر در فیض خدا زندگی می‌کنیم، آینده ما خوبه و همه چیز عالی خوب و خداوند روح القدس هم میتونه به ما تسلی میده، بنا میکنه، هدایت میکنه. یا اگه ارزشش رو بدونیم، میتونم بگم که کلا زندگی خودمون طوری دیگه انجام میدیم. و ما معمولا دنیا هم الان کلا اینطوری که من متوجه شدم 70% آلمانی ها اصلا ایمان ندارن که جهنم وجود داره. الان ما که از دین الان اسلام آمدین اونجا، برای خیلی در مورد جهنم صحبت میکنن، به این خاطر برای ما بیشتر آشنایی داره که جهنم وجود داره. فقط آلمانی ها و اصلا کلان اروپا، اونایی که برحال بیشتر از طریق علم پیشرفت کردن، اون اصلا باور دیگه نمی کنن که جهنم وجود داره. میگه که یه چیزایی بود که گذشته است، تو قرنهای گذشته بود که در موردش صحبت میکردن. فقط اگر جهنم وجود داشته باشه، این برای من نیست، من آدم خوبی هستم. و خودمون رو مقایسه میکنیم و میگیم که به هر حال آدم های خوبی هستیم دیگه، نه کسی رو کشتم. اوکی، غیبت هایی بعضی وقت میکنم، دروغ هایی میگم، چیزهایی میگم، اوکی، فقط من لیاقتشو ندارم برم توی جهنم. الان برین بپرسین حتی از، میگم که از
اروپایی‌هایی بپرسی، اونا خودشونو خوب می‌بینن. فقط با کی مقایسه می‌کنن؟ فقط ما باید بدونیم که عیسی معیاری هست که باید معیاری هست. ما باید با او مقایسه کنیم. او که به ما حیات جاودانی رو داده. با او باید اینجا خودمون رو مقایسه کنیم. و مخصوصا هم که ایماندارا هم هستن عزیزان که حتی میگن که خدا اونقدر محبت نفس خدا اجازه نمیده. اصلا افراد خلقت خودش در رنج زندگی کنه. زمانی که کتاب مقدس و مخصوصا هم اصلا خود عیسی مسیح چیزایی که صحبت میکردن خواهیم خوند امروز. نمیتونیم تصور کنیم چون ما یه عیسی مسیح رو ساختیم که واقعا مهربان، محبت، قدوس، مقدس، همه چی هست. فقط این بخش جهنم رو دوست نداریم ببینیم چون دوست نداریم این چیزایی بشنویم که در مورد رنج و درد و عذابه. ما فقط میگیم که ما آزاد شدیم. مثل که الان بگم که یه سرماخوردگی داریم، الان از این سرماخوردگی آزاد شدم. حتی اقل میتونم بگم یکم بزرگترش کنم، سرطان داریم، الان از سرطان الان خلاصی پیدا کردم، شفا پیدا کردم. بعد این سرطان چیزایی هست که در بدن ماست که یک روز خواهیم مرد. بعد این سرطان جهنم ابدی عزیزان، عذاب ابدیه. عیسی مسیح خودش در متی باب 7 آیه 13 و 14 اینجا میگه که از در تنگ داخل شوید، زیرا فراغ است آن در و وسیع است آن طریق که مودی به هلاکت است و آنانی که بدان داخل میشوند چی هستند؟ بسیارند. زیرا تنگ است آن در و دشوار است آن طریقی که معدی به حیات است و یابندگان کم هستند. این خود عیسی مسیح میگه که دو تا راههایی هست. از دید من اینطوری تو پارانتز به شما میگم، از دید من این در مورد بی ایمانان صحبت نمیکنه، بلکه در مورد ایماندارا صحبت میکنه که چون کلن متی باب 5 6 7 این موعظه روی کوه این به قوم خودش میده و اینجا در موردش هم صحبت میکنه. دو تا راههایی هستن، افرادی هم که نجات پیدا میکنن و اینجا یا کسانی هستن که واقعا در اطاعت در کلام خدا زندگی میکنن و این در وارد این در تنگ میشن. و فقط اینجا میگه که از در تنگ داخل، زیرا براسان در انداری که کجا میده به هلاکت هدایت میکنه. اینجاست که ما باید واقعا اینجا مواظب باشیم که خداوند زمانی که صحبت میکنه و مستقیم خودش صحبت میکنه، الان پولس نبود، پتروس نبود، بلکه خود خدا صحبت میکنه در مورد دو تا. همون در این قسمتی هم همین طور بود که در موردش صحبت میکنه در متی باب 7 اینجا میگه که نه کسانی که میگن خداوند خداوند وارد ملکوت خدا میشن. یادتون هست؟ یعنی منظور این نیست که الان خداوند گفتن این نیست که وارد پادشاهی خدا میکنه. کسانی که واقعا اراده پدر رو انجام میدن. پس اینجا میبینیم زمانی که خداوند افرادی هستن که ایماندار هستن. موافق هستین؟ که چون دنیا اصلا خداوند رو نداره، یه خداوند میکنن. فقط اینجاست که خداوند میخواد یه هوشیاری بده. این نگاه نکن به همون فقط میگه که خداوند الان همه چی اوکیه. نه، یک بهایی هست که ما باید پرداخت کنیم. در تنگ درده، در تنگه که خدا تو رو تبدیل میکنه به شباهت خودش. موافق هستین؟ درسته یا نه؟ اگه من جای شیطان می بودم، تو جای شیطان می بودی چه کاری می کردی؟ می گفتی ببین اصلا جهنم وجود نداره، اصلا شیطان هم وجود نداره. خودشو اصلا کلان انکار می کنه، می گه که من نیستم. اگه من نیستم جهنم هم نیست، پس راحت باشین، هر چطور دوست دارین از این در گشاد وارد بشین، لذت ببرین.
و کار شیطان هم اینطور هم هست. در این قرن 21 که خودش اونجا میگه که من اصلا وجود ندارم و همینطور مسخره میکنه و ما رو دنیا رو گمراه میکنه. جهنم هم وجود نداره. به این خاطر این تمام چیزایی که الان به وجود اومد و همینطور من تو این چند مدت ویدیوهای نگاه میکردم و همینطور هم واعظین گوش میکردم که در مورد جهنم صحبت میکنن. بعضی هستن که میگن که نه جهنم هم اینطوری نیست که ابدیه. اینجا کلام رو باید درست توضیح بدید. این فقط یک زمانی هست. زمانی کوچیکیه. میخوان یه جوری کلام خدا رو چون دوست ندارن ابدی باشه. من هم زمانی که عزیزم واقعا نگاه کردم و بیشتر وارد شدم که در مورد ابدی واقعا یه ترس و لرزش آمد. درد ابدی، زخمای ابدی، یعنی خاموش نمیشه. خدا اونقدر محبت اجازه نمیده. فقط فراموش میکنه این افراد که خدا خدای عادلیه. خدا باید گناه رو مجازات کنه. خدا باید داوری کنه. اگر نه خدای عادلی نیست. در زندگی ما یک چیز کوچیکی اتفاق میفته. یک کسی میاد به ما یک ظلمی میکنه. چی میکنیم؟ انتقام میخوایم بگیریم. باید این مشکل حل بشه. باید این شخص داوری بشه. الان یک چیزی کوچیکی به وجود آمده. درسته یا نه؟ ما دنبال چی هستیم؟ عدالت هستیم. بعد افرادی هستن که کلام خدا رو کج میکنن و میگن نه. منم راستش بگم زمانی که اینو فکر میکردم در مورد ابدیت گفتم که خداوند واقعا شاید یکم این ابدیت شاید 1000 سال باشه، زیاد نباشه. چون وحشت کردم از این اسم ابدیت، درد و رنج ابدیت. و بعضی وقت افراد رو جلوی چشمم می آوردم، خانواده خودم رو جلوی چشمم می آوردم. تمام نمی شه. درد تمام نمی شه. ما در این دنیای هستیم. الان یک دردی داریم، یک اتفاقی میفته. ما امید داریم که خدا شفا بده. با امید زندگی میکنیم. در جهنم یک ناامیدی مطلقه. هیچ امید وجود نداره اونجا. اگر واقعیت جهنم رو نپذیریم هرگز نخواهیم فهمید که محبت خداوند نسبت به ما چقدر بزرگ است. اگر واقعیت جهنم رو نپذیریم هرگز نخواهیم فهمید که محبت خداوند نسبت به من و تو چقدر عظیم و بزرگ است. هرگز نخواهیم فهمید که چرا انجیل یک خبر عالی، خبر قدرتمند است. اون موقع دهنمون نیبی بندیم که بشارت بدیم و همینطور هم به هر کسی هم باشه، برادر، خواهر، خانواده بشارت بدیم. میگم اگر ما یک ثانیه، دو ثانیه در جهنم سوخته بشیم، منظور من سوخته یعنی فقط یه قطره لمس کنیم، مطمئن باشین دیگه دهنتون نمیبندیم برادرتو، خواهرتو، مادرتو، پدرتو بشارت بدین. بعضی وقت هست که میشنوم میگم که پدر مادرتو ایمان دارن؟ نه ایمان دارن. بشارت دادین؟ نه هنوز نه. ناراحت میشن و آخه نمیتونم بگم الان یه جوری از من ناراحت میشن و نمیدونم چیزی گفتم باشه که ناراحت میشن، ناراحت بشن، حتی تو رو ترد کنن، حتی تو رو رد کنن، حداقل پیام رو شنیدن شانسی هست نجات پیدا کنن. آیا واقعا میخوای همون پدرت که الان میگه که ناراحته، الان تصور کن اون در ابدیت در جهنم خواهد گذشت، جهنم وحشتناک. میگم با حکمت باید این کار رو انجام بدیم.
ما این انجیل و این خبر خوش رو هنوز متوجه نشدیم و شاید هم شده باشیم فقط برای خودمونه. من نجات پیدا کردم، آه خلاصی یافتم، خدا رو شکر، جلال بر خداوند، بریم زندگی خودمون رو دوباره ادامه بدیم. در کتاب مقدس عیسی مسیح خودش تعریف میکرد به قوم خودش، به ایماندارا، با ایماندارا این انوار عالم رو توضیح میداد. در لوقا باب 16 آیه 19 تا 24 خواهش میکنم نسرین بتونه این قسمت بزرگی از 19 تا 24 اینو با هم بخونیم. اینم میخوام بگم عزیزان، یک مثالی نیست که عیسی مسیح میگه. خدا بعضی جاها به مثلا صحبت میکنه، ملکوت خدا عنوان یک مثلا توری هست که خداوند انداخت و همینطور ملکوت خدا، و شروع میکنه به سمبولن صحبت کردن. این الان زمانی که اینا میخونیم سمبولی نیست، این یه واقعیته. گوش میکنین؟ حالا این رو بخونیم ببینیم دوتا در مورد دوتا افرادی هستن. میتونی میکروفون رو روشن کنی؟ مردی ثروتمند بود که جامه از کتان لطیف ارغوانی بر تن میکرد و همه روزه به خوشگذرانی مشغول بود. بر در خانه او فقیری می نهادند، ایلازر نام، که بدنش پوشیده از جراحت بود. ایلازر آرزو داشت با خورده های غذا که از سفره آن مرد ثروتمند می افتاد خود را سیر کند. حتی سگان نیز می آمدند و زخمایش را می لیسیدند. باری آن فقیر مرد و فرشتگان او را به جوار ابراهیم بردند. ثروتمند نیز مرد و او را دفن کردند. اما چون چشمان خود را در عالم مردگان بگشود، خود را در عذاب یافت. از دور ابراهیم را دید و ایلازر را نیز در جوار او. سیما. پس با صدای بلند گفت: ای پدر من ابراهیم، بر من ترحم کن و ایلازر را بفرست تا نوک انگشت خود را در آب تر کند و زبانم خنک سازد، زیرا در این آتش عذاب می کشم. اما ابراهیم پاسخ داد: ای فرزند، به یادار که تو در زندگی از همه چیزهای خوب بهرمند شدی، حالان که چیزهای بد نصیب ایلازر شد. اکنون او اینجا در آسایش است و تو در عذاب. از این گذشته بین ما و شما پرتگاهی هست. آنان که بخواهند از اینجا نزد تو آیند نتوانند، و آنان نیست که آنجایند نتوانند نزد ما آیند. و گفت: پس ای پدر، تمنا این که ایلازر را به خانه پدرم بفرستی، زیرا مرا 5 برادر است. او را بفرست تا برادرانم را هشدار دهد، مبادا آنان نیز در این مکان عذاب در افتند. ابراهیم پاسخ داد: آنها موسی و انبیا را دارند، پس به سخنان ایشان گوش فرا دهند. گفت: نه ای پدر ما ابراهیم، بلکه اگر کسی از مردگان نزد آنها برود توبه خواهند کرد. ابراهیم به او گفت: اگر به موسی و انبیا گوش نسپارند، حتی اگر کسی از مردگان زنده شوند مجاب نخواهند شد. آمین. گود. حالا من یک نقشه کشیدم که تقریبا متوجه بشین که این عالم اموات چیه. اینجا الان جهنم نیست، این الان یه مکانی هست که زمانی که هر کسی که میمیره وارد این عالم اموات میشه. اونجا که الان این داستانی که صحبت میکنه، اینجا بالا نگاه میکنیم ایماندارا هستن، ایماندارایی که در
نه الان ما نیستیم، ایماندارایی که در عهد عتیق بودن. و اونجا میبینی که آغوش ابراهیم اونجاست و میبینی که در دست راست اونجا پایین اونجا بی ایمانان هستن و اونجا میگن که این عالم اموات، اونجا همینطور آبادون میگن، فقط اینو مهم نیست الان بدونیم. و همینطورم بخش های مختلف هستن که یه قسمتی فرشته هایی هستن که دیو هایی هستن که سقوط کردن و اونجا میگن که جای بی انتها و همینطورم چیزهای دیگه الان تارتاروس. اینو الان احتیاج نیست، فقط میخوام بگم که این چیزی که الان نگاه میکنین این تقریبا جهنم موقتیه. در کتاب مقدس میبینیم که در مکاشفه میبینیم که بعد از این زمانی که خدا آمد اینجا هزار سال حکومت کرد و بعد از این که شیطان رو و تمام دیوها و تمام نیروهای تاریکی، تمام فرشته های سقوط کرده و همینطور اونایی که ایمان نآوردن، اون موقع هست که توی جهنم خواهد رسود. این فقط یه چیز، یه جای موقتیه. این کلام خدا اینطوری صحبت میکنه و بعد از این در مورد جهنم که صحبت میکنه، اونجا اسم این جهنم که اینجا توضیح داده شده گهنا، و گهنا یه جایی هست، یک تپه‌ای هست که در هینون بیرون از شهر اورشلیم، و اونجا هستن که تقریبا مثل جایی که تمام آشغال‌ها رو اونجا جمع میکنن و همه چی رو میسوزونن. و اونجا در زمان همینطور هم جنایتکارها و افرادی که خلاف کردن همه رو میووردن اونجا مینداختن و یه آتشی بود دائما همینطور اونجا سوخته میشد، چون دائما همینطور آشغال رو میووردن اونجا مینداختن و یه اونجا یه بوی مرگ اونجا از اونجا بیرون میامد. و اونجا هم در طریق تاریخی بود دو تا پادشاهایی بودن، پادشاه مناسه و همینطور هم اخاب بود، که رفته بودن اونجا پسران خودش اونجا قربانی کرده بودن. یعنی یه جایی هست که خدا اینو میخواد مقایسه کنه، همون جهنم رو به این گهنا. گهنا یعنی تمام چیزای آشغالای هر چیزی که الان از طریق چیز میگم، از طریق الان دنیای میگم، میووردن اونجا همینطور میسوزندن. و این جهنمی هست که برای بعد از هزار سالگی سلطنت عیسی مسیح اتفاق خواهد افتاد. و اون جهنم در موردش صحبت میکنی، جهنم که اونجا ناله هایی هست، درد هایی هست، گریه ها و فشار دندان، آتش خاموش نشدنی یا ابدی. این جهنم واقعیه که در آخر اتفاق خواهد افتاد. این الان ما این داستانی که الان ما میشنویم در مورد لوقا، این فقط الان یک مکانی است، یعنی عالم امواته، که اونجا تمام ایماندارایی که بودن اونجا وارد میشدن و اونجا منتظر هستن که یک روزی باید داوری بشن. این مثلا این بی ایمانایی که اینجا میبینیم پایین در دست راست، این همه اونجا میمونن که یک روز بعد از هزار سالگی عیسی مسیح اونجا داوری خواهند شد. و زمانی که اینم کوتاه به شما بگم، زمانی که ابراهیم الان اونجا هست، اینم در عهد عتیق دیگه، این قسمت بالا که برای ایماندارا، این الان وجود نداره، چون زمانی که عیسی مسیح برخاست از مردگان، تمام این مرده های ایماندار از اونجا برد در بهشت هستند. به این خاطر زمانی که ما میمیریم یا از طریق روح ما نمیریم در این عالم اموات، بلکه مستقیم میریم به بهشت. اگه یادتون باشه همونطور شخصی که الان کنار عیسی مسیح مرد، اونجا بلافاصله گفته امروز در من با من در فردوس هستید. پس اینو فقط اطلاع دادم که تقریبا بدونین که این الان یک جهنم موقتیه. الان میبینیم که این شخص ثروتمند چه دردی اونجا میکشه. و اینجا میبینیم که همینطور که خوندیم، آمد گفته که میگه که و این آدم ثروتمند چشمای خودش رو باز کرد زمانی که مرد، در عالم اموات گشوده خود را در عذاب یافت. پس با صدای بلند گفت ای پدر من، پدر من ابراهیم. پس ایماندار یهودی بود، چون ابراهیم پدر ایماندار هست. میگه ای پدر
پدر من ابراهیم بر من ترحم کن و ایلیاز رو بفرست تا نوک انگشت خود را آب تر کند و زبانم خنک سازد، زیرا در این آتش غضب میکشم. اینجا نگفته که یک لیوان آب، یک سطل آب، میگه که فقط دردش اونقدر زیاده عزیزان. میخوام این تصور رو کنیم، میگه فقط یک قسمت کافیه برای من. اونقدر آتشش، اونقدر دردش، عذابش زیاد بود. عزیزان جهنم یه مکان واقعی هست با یک درد واقعی و ابدی. و زمانی که عیسی مسیح این چیزها رو تعریف میکنه، هدفش این نیست ما رو بترسونه، چون میدونید اگه یک خدایی بود که فقط آمده در این دنیا فقط بگه که ببین یه جهنمی وجود داره، مواظب باشین، زندگیتون درست کنین، بعد از این هم میتونه ترک کنه و دنیا رو برگرده، به آسمون برگرده، میتونم واقعا بگم یک خدای وحشتناکیه. فقط زمانی که جلوی عیسی مسیح میاییم، یک خدای درد کشیده، یک خدایی که جهنم رو درک کرده. جهنم منظور من جهنم واقعی، یعنی جدایی کامل از خدا. یک خدایی نیست، یک عیسی مسیح نیست که آمده اونجا فقط حرف بزنه، خداحافظی کنه. تمام درد و رنج رو کشیده، جلال خودش رو ترک کرده، آمده مثل ما انسان شده و اجازه داده و خودش رو به دست انسان گذاشته. انسان رو میخکوبش کردن، بی احترامیش کردن، لختش کردن، هر کاری دوست داشتن با او کردن. یه خدای درد کشیده به خاطر گناهای ما و روی صلیبم شفاعت برای ما میکنه و از مردگان بر میخیزه. این خدایی هست که هدفش این نیست که ما رو بندازه توی جهنم. و این حرفایی که خودش میزنه اینه که ما رو تکون بده، واقعا جدی زندگی کنیم، با دقت زندگی کنیم. من فکر میکنم کسانی که پدر مادر هستن و بچه هاشون واقعا بعضی وقت طوری باید رفتار کنن که بچه ها نه فقط بترسن، کلا فقط واقعا مواظب زندگی خودشون باشن. و هدف عیسی مسیح زمانی که در مورد این چیز، یعنی این چیزایی که الان صحبت کرد، این چیز نرمال، یه جاهایی دیگه هست که واقعا در مورد آتش صحبت میکنه، در مورد کرمایی صحبت میکنه که هیچ موقع از بین نخواهند رفت. یعنی زمانی که اینو میخونیم نمیدونم چه احساسی دارید. فقط معمولا منم راستش بگم اینطوری، زمانی که بعضی وقت اینطوری سالهاست که میخونم، میگم خدا رو شکر آزاد شدم دیگه از این چیزا. فقط الان اینطوریه که میگه که درست آزاد شدی، نگاه کن از کجا تو رو نجات دادم. یادم هست اگه صدای خدا رو که به من گفت 35 سال پیش، اگه این صدا رو جدی نگرفته بودم، تو این چند مدت هست میگم فقط شک گذاری میکنم، میگم چیزی دیگه از تو نمیخوام، هیچ برکتی از تو هیچ چیزی نمیخوام، تو منو از جهنم آزاد کردی، هیچ چیزی نمیخوام از تو، همین تو زنده هستم با این امیدی که یک روز خواهم آمد پیش تو، کافیه. ما الان اینطوری هستیم، طلبکار هستیم از خدا. خدا اینو بده، خدا اینو بده. چرا خدا دعای ما رو نمیشنوه؟ چرا این کارو میکنه؟ دعا کنین خدا چشمای من رو باز کن، نه برای تو بلکه جهنم رو ببینم، که واقعا زندگی خودم رو زیر کنترل تو بیارم. عیسی مسیح خیلی واقعا مثل شمشیر دودم با ما صحبت میکنه، چون اونقدر ما رو دوست داره. کلام خدا در حزقیا میگه که خدا خوشنود نیست یک نفر بره تو جهنم.
بعد از این دوباره این مرد ثروتمند کن، پس ای پدر خواهش میکن از گفته که الیزا رو به خانه پدرم بفرست، زیرا من رو 5 برادر است، او رو بفرست تا برون و تا برادرم را هشدار دهند، مبادا آنها نیز به من به این مکان غذاب دریافتند. مرسی. جالبش اینه اینجا خود این مرد ثروتمند از خدا شکایت هم نمی کنه، نمیگه خدا چرا منو اینجا انداختی. میدونی چرا؟ چون میدونست خدا عادله، با او در عدالت رفتار کرده، تفاوت رو میبینه، چشمش باز شده، میدونه حقشه. به این خاطر التماس میکنه پیش برادران بفرست اونجا که مبادا اونا هم بیان بیفتن اینجا. و بعد از این خود ابراهیم میگه که بین ما و شما یه پرتگاهی هست یا یک شکافی هست، هیچ کسی از اونجا نمیتونه بیاد اینجا و هیچ کسی از اینجا نمیتونه بیاد اینجا. بعد از این دوباره شروع میکنه معامله کردن. ابراهیم پاسخ داد آنها، اهم این چیزی که گفته که این شکافی هست، و بعد از این میگه که ابراهیم پاسخ داد آنها موسی و انبیا رو دارند، پس به سخنان ایشان گوش فرا دهند. گفتن نه ای پدر ما ابراهیم، بلکه اگر کسی از مردگان نیز آنها برود توبه خواهند کرد. ابراهیم به او گفت اگر به موسی و انبیا گوش نسپارند، حتی اگر کسی از مردگان زنده شود مجاب نخواهند شد. اینجا در مورد خود عیسی مسیح صحبت میکنه. حتی یک کسی هم بیاد، بعد از اینکه میبینه که عیسی مسیح از مردگان برخاست و دوباره ردش کردن، میگه که به تمام انبیاهایی که اینجا آمده، موسی نگاه کن اونجا در مورد من صحبت میکنه، خود عیسی مسیح با فریسی ها صحبت میکرد دیگه، برین نگاه کنی به این کتاب ها که عتعتی نگاه کنی اونجا در مورد من نوشته شده، فقط نخواستن. میگه ربطی نداره، مربوط به قلبه. و اونجا این مرد ثروتمند میدونست که دیگه شانسی برای خودش وجود نداره، دیگه توبه و بازگشت دیگه وجود نداره، نه بخششی وجود داره، درد ابدی وارد شده. به این خاطر گفتم که جهنم، و الان اینجا میگم که جهنم موقت بود، محل ناامیدی مطلقه. ما در این دنیای زندگی میکنیم که فیض خدا هست، محبت خداست، حداقل چیزایی که بگم که خداوند به ما بخشیده، رحم، صبر، اینطوری چیز هست که با هم زندگی میکنیم. و برای چیزایی لذت هایی هست، بخششی هست بین خودمونم همینطور. و زمانی که تو این جهنم هستیم عزیزان، جایگاه یه جایی هست که جدایی کامل از خداست، تاریکی کامل. توضیح میده کتاب مقدس، تاریکی کامل بدون پایه محکم، بدون جهت، ناامیدی، بدون
ارتباط در جهنم ارتباط با هم افراد نخواهند داشت. بدون محبت، تنهایی مطلق، ظلمت و تاریکی و خیلی چیزهای دیگه هست. این چیزهایی که فقط نوشتم چون تو کتاب مقدس این چیزهایی هست که در کتاب ایوب اینجا در باب 10 اینجا در موردش صحبت میکنه. ایوب میگه که قبل از آن که بروم به جایی که از آن بر نخواهم گشت، به زمین ظلمت و سایه موت، به زمین تاریکی غلیظ مثل ظلمت، زمین سایه موت و بی ترتیب که روشنایی آن مثل ظلمت است. هفته آینده یه قسمت هایی اونجا صحبت خواهم کرد که یکم بیشتر اینو باز خواهم کرد. امروز فقط میخوام در این قسمت ما قرار بگیریم که واقعا بدونیم که عزیزان، این خدا، این عیسی مسیح چه بهایی پرداخت کرد، چه رنج و دردی که کشید. زمانی که اینجا در موردش صحبت میکنیم میگیم که، و اینجا نوشته بودم همینطور که جدایی کامل از خدا، و ما میدونیم این جدایی کامل از خدا خود عیسی مسیح رو صلیب کشید. یادتون هست؟ ای خدای خدا چرا منو ترک کردی؟ اون خدایی که از ازل با هم بودن، این جدایی، این شکاف افتاد به خاطر گناه های ما. به این خاطر جهنم جایی هست که عزیزان جدایی کامل از خدا، از محبت، از فیض، از تمام صفت های خدا. اینو اصلا که تصور میکنم احتیاج به آتش ندارم، و چون عیسی مسیح خودش روی صلیب این جدایی از خدا کشید به خاطر ما. مکان ناآرامی و مبارزه ابدی، محل بی نظمی و هیچ بنیاد ثابت وجود نداره، سقوط بی پایان. کلام خدا میگه که مثل این که اصلا هیچ جایی وجود نداره، مثل این که در حال افتادن هستین، هیچ جایی نداری خودتون نگه داری، بی پایان. دود آتش که آنها را غذاب میدهند تا به عبدالله. یادتون هست عیسی مسیح همینطور در مرقس باب 9 اینجا چی نوشته؟ میگه که اگر پای تو بلرزه، اگر دست تو بلرزه، بهتره که ببوری، از خود دور کنی، مبادا توی جهنم بیفتی. یادتون هست؟ اینا همه چی رو اینطوری نخوندم، ننوشتم هرگاه دست تو را بلرزونه، هرگاه پای تو را بلرزونه، هرگاه چشم تو رو لغزش دهد، چی کن؟ غلش کن زیرا تو را بهتر است که با یک چشم داخل ملکوت خدا شوی از آن که با دو چشم در آتش جهنم اندخته شوی، جایی که کرم ایشان نمی میرن و آتش خاموش نیابد. نمیدونم این چیزهایی که میخونیم تو کتاب مقدس آیا واقعا یک احترام مخصوصی نمیذارین؟ واقعا واقعیته؟ درسته؟ خدا من از اونجا نجات داد؟ من اینجا هم صحبت میکنه، میگه اگه واقعا دست تو رو به گناه هدایت میکنه، حتی کشیده میشی. یعنی منظور چیه؟ منظور این نیست که الان ببری، این منظور اینه که واقعا کلام خدا رو جدی بگیری. اون شوخی نیست، در حضور خدای قدوسی هستیم. ابدیت رو برای ما آماده کرده، تاج‌های جلال برای ما آماده کرده، همه چی رو برای ما آماده کرده، و با مرگ خودش، قیام خودش ما رو به اونجا، به این ملکوتش رسونده. یعنی این نشانه اینه که واقعا بلرزیم از کلام خدا. اگه چشم من بد نگاه میکنه، مواظب باشم، دنبالش نرم.
فقط میگم که خیلی هستن که میگن که خدا محبت چطور میتونه خدا ما رو به جهنم بندازه. خدا من جهنم رو آفریده تا با گناه عادلانه برخورد کند و همینطور با شیطان. و ما میدونیم شیطان اول علیه خدا شورش کرد و خدا خدای عادلی است. خدا رو شکر میگم خدا من خواهش میکنم با منم با عدالت تو رفتار کن. چون روی یک خدای قدوسی هستیم، خدا باید گناه رو عادلانه با گناه عادلانه رفتار کنه و مجازات کنه. اگر نه عزیزان، خدای ما خدای عادلی نیست. خدا باید داوری کنه. خدای عادل باید همه بدی ها رو محکوم کنه و هر جنایت رو عادلانه مجازات کنه. هر چقدرم بعضی وقت به درد ما میشه، به این خاطر کار خدا در این دنیا در زندگی ما اینه که دائما ما رو توی آتش‌های این دنیا باید بندازه. بعضی وقت باید ما رو توی خطرها، بعضی وقت باید ما رو در جاهای قرار میگیره که اونجا عوض بشیم، تبدیل بشیم، که مبادا از او دور بشیم. شیطانه که دزد هلاک کننده هست و شیطان متنفر ماست. چرا متنفر ماست؟ چون زمانی که شیطان به تو نگاه میکنه کی رو میبینه؟ خدا رو میبینه. چون ما به شباهت خدا خلق شدیم، آینده ما رو میبینه که یک روز سلطنت خواهیم کرد. به این خاطر متنفر ماست. چون اون جایی که ما یک روز خواهیم نشست، او شورش کرد، او میخواست اونجا بشینه، از دست داد، سقوط کرد. الان خدا ما رو آماده میکنه برای اون تخت. این ارزشش رو باید بدونیم. ما یه قسمت این وعده خدا رو، این دعوت خدا رو باید نه خار میشماریم، بلکه این دعوت سماوی رو جدی بگیریم. یه قسمتش هم باید نگاه کنیم که از کجا من آمدم، چرا خداوند اجازه میده، چرا خدا اجازه میده که ای بی ایمانام توی جهنم بیفتن. چون خدا گفتیم که خدا خدای محبته و خدا به ما چون شبیه خودش خلق شدیم به ما حق انتخاب رو داده. با تمام دل و جان ما رو دوست داره و اینو ثابت کرده روی صلیب. و هیچ کسی رو خداوند یعنی خدای عیسی مسیح نمیفرسته توی جهنم. خود انسان تصمیم میگیرن برن توی جهنم. خدا ضد ما نیست عزیزان، چون واقعا بهترینش رو خداوند برای ما داده. به این خاطر من اعتماد دارم. اگه این خدای رنج دیده رو نمیشناختم، میتونم بگم که خدای خشناکه. و چون خدای رنج دیده رو میدیدم به خاطر من چه درد و رنج کشیده، به این خاطر است که این احترام رو میذارم و همینطوره میگم خداوند تو خدای عادل هستی. بی خودی نبود که عیسی مسیح در یوحنا باب 14 میگه که من میرم برای شما خونه های آماده کنم. زمانی که خونه ها رو مکان ها رو آماده کردم، حالا نگاه کنه این خدایی به ما میگه و میرم و اونجا شما رو بر میدارم و خودم میارم که جای من هستم شما هم باشین. این خدایی هست که تمام امکانات رو برای این دنیا داده. میگن که انسانه که خدا رو رد میکنه، انسانه که با تصمیم خودش میره تو جهنم. خدا هیچ موقع ما رو تو جهنم نمیندازه به خاطری که خودش میخواد. آه چطور میتونه اگه خدا ما رو شبیه خودش خلق کرده خوشحال باشه؟ یک کسی بیا، من دوباره میگم در حزقیا نبی کجاست اینجا نوشته، میگه من فکر میکنم من خوشحال هستم یک نفر وارد جهنم بشه، بلکه دوست دارم توبه کنم، بازگشت کنم، زندگیشون درست کنم. اینجا میگه که در رومیان باب 2 آیه 4 میگه آیا یا آنکه دولت
و مهربانی و صبر و حلم او رو ناچیز میشمارید و نمیدانید که ما مهربانی خدا تو رو به توبه میکشد. عزیزان دعای من، خدا در حال هر شخصی در این دنیا از دنبالش میگرده که یک طوری پیام انجیل رو برسونه که افراد نجات پیدا کنن. همه امکانات استفاده میکنه، اما ما هستیم یا انسانی که خودش تصمیم میگیره. حقچیان میذاریم پیام انجیل رو بشماریم. دیروز هم حقچیان داشتیم که در مورد توبه و بازگشت صحبت کردیم. نه فقط این که صحبت کردیم، بلکه میتونم توبه جا عملا توبه کردن. و مخصوصا الان مخصوصا برای این مسئولیت منه، مخصوصا برای افرادی میخوام بگم که کسانی که الان هر چقدر خدا امکان رو به ما میبخشه، به همه امکان رو به ما میده، زمانی که میاییم میخوایم مسیح بشیم به خاطر پاس خودمون، به خاطر اینکه اقامت رو بگیریم، این یک کلام اختیار برای شما. عزیزان به شما میگم، زمانی که کسانی هستن به خاطر پاس، به خاطر این به عیسی مسیح ایمان آوردن و همینطورم تعمید گرفتن، فقط هیچ ایمانی درستی ندارن، من شما میگم که مواظب باشین. اگر واقعا توبه درست واقعی نکنین، میتونم بگم به خدا حتی از خدا سوء استفاده کردین به خاطر خودهای خودتون، از اون خدایی که برای تو مرده. و کسانی که الان گوش میکنن الان اینجا یا از طریق تلویزیون، کسانی که فقط به خاطر پاس خودشون تعمید گرفتن، اسم خودشون گذاشتن که من مسیح هستم و تولد تازه رو ندارن، به شما میگم اگر توبه و بازگشت نکنین میرین تو جهنم زمانی که خواهی مرد. به شما قول میدم، چون کلام خدا اینو میگه. وای بر من اگه این پیام رو نیارم برای شما. باید بترسین از خداوند. شوخی نکنین با اون خدای قدوس. سوء استفاده نکنین از او که جانشو برای تو داده. زمانی که این پیام تو قلبت واقعا مثل یک شمشیر وارد میشه، پس خدا صحبت کرده با تو. پس برگرد، توبه واقعی بکن، خودت رو بسپار به خداوند. اگر نه به شما میگم این غضب‌هایی که اینجا الان صحبت کرده فقط یک دهمشه. به این خاطر از اول توی موعظه شروع کردم که گفتم اگر مکان رو نشناسیم، از کجا عیسی ما رو بیرون آورده، نجات داده، آزاد کرده، ارزش نجات، ارزش انجیل و نجات خود رو نخواهیم دانست. و مهم اینه که این موضوع رو که امروز هم مطمئن هستم خدا با کلیسامون صحبت میکنه، چون تو این چند مدت واقعا دردهای زیادی میکشم. زیرا آنچه در مورد ابدیت باور داری، یعنی در ابدیت همینطور جهنم، برخورد تو، زندگی تو در حال حاضر که میکنی روی اون تأثیر خواهد گذاشت. ما باید نگاه کنیم که عزیزان، آرزوی من اینه که واقعا این موضوع رو اونقدر جدی بگیریم، بگیم خداوند بیا، خداوند چشمای من رو باز کن. الان برای خودت قسمت‌های باز کرده. الان دو هفته پیش برادرمون نور صحبت کرده بود، خداوند چشمای قلب من رو باز کن که واقعا بتونم ببینم. الان شاید این دعا رو بکنی، خداوند چشمای قلب من رو به جهنم من باز کن که واقعا یه ترسی، ترس از خداوند در من قرار بگیره، که زندگی من رو جدی کنم، بی خودی وقت من رو تلف نکنم با چیزایی میگم که دنیایی. وقت مهمترین چیزی است که خداوند به ما بخشیده، از این وقت استفاده کنم. یه زمان، یک ساعت رفت، چه کار کردی؟ در این یک ساعت، در این زندگی روزمره تون، این ساعتها رو چطور برنامه ریزی کردی؟ برای کی؟ برای خودخواهی خودمون؟ یا میخوای با اون شخصی که با اون خدایی که تو رو از جهنم، از این غضب ابدی تو رو نجات داده، ابدی نجات داده،
واقعا او رو پیروی کنی، او رو جدی بگیری و همینطور هم در فروتنی، در شکرگزاری، در پرستش او رو جستجو کنی و همینطور هم شروع کنیم به بشارت دادن. الان همسایه خودمونو، خانواده خودمونو، یک واعظی هم اینطوری گفته اگه زمانی که تو خیابون میری میبینی اینجا یک خونه ای هست که اینجا آتش گرفته و اونجا افرادی هم توش هم هستن، چه کار میکنی؟ میگه که باشه که افرادی هستن که دیگه زنگ میزنن دیگه، از اینجا وارد بشیم دیگه احتیاج نیست. میگه که نه، بلا فاصله ما زمانی که نگاه میکنیم زود موبایل خودمون رو باز میکنیم، شروع میکنیم به زنگ زدن به پلیس و همینطور هم میدویم اونجا بتونیم حداقل یه کمکی کنیم. نمیدونم اینطوری هست یا نه، یا مثلا بی تفاوت هستیم. الان در این حال حاضر چون این آتشای نمیبینیم، دیروز دختر من دعوت کرده بود، یک چیز کنسرتی بود، نتونستم اونقدر لذت ببرم. زمانی که اینجا نشستم با این پیام، با این جل نگاه کردم، همه چی خیلی عالی زیبا، گفتم یعنی خدا من این همه یک روزی باید برن جهنم اگه پیام تو رو نشنون؟ نتونستم اینطوری شادی کنم. هی در یه قسمت اینو نگاه میکردم، یه قسمت هم سعی میکردم لذت ببرم. امیدوار هستم عزیزان واقعا این کلام، این جهنم واقعا زندگی من رو میبینم که چقدر در من کار کرده، یعنی چقدر تکون داده. و امیدوار هستم این واقعا بتونم انتقال کنم، این روح خدا انتقال کنه که زندگیمون درست انجام بدیم. دنبال اینم نیستم که الان بگم که همه کلیسا جمع بشن، آنلاین قطع بشه، همه جمع بشه. منظور منم اینم نیست کلیسا هم پر بشه. مهم اینه که زندگیمان با خدا با چه قدوسیت، چه جدیتی که ما زندگی میکنیم. این آرزوی من و نسرینه که برای این کلیسا که واقعا این دید رو داشته باشیم، این حرمت رو که خدا این عیسی مسیح لازم است به حضور او بیاریم، ارزشش رو بدونیم، دعایمون عوض خواهد شد. واقعا به شما میگه من هیچ چیز از خدا نمیخوام دیگه. اگه بگه که آلبرت بشین اونجا هیچ کاری نکن، من واقعا میگم مرسی خداوند، هیچ چیزی هم نمیخوام. منو که نجات دادی از جهنم، چون دیدم، چشیدم و برای زندگی تجربه‌ای که من داشتم که چطور روح من از بدن من رو اصلا چیز کرده بود، رفته بود، یعنی من معمولا دیگر در حال چیز بودم که برم توی جهنم، چطور بود که خدا اجازه داد روح من دوباره برگردونه به بدن من و زندگی. این اصلا یک معجزه هست. الان به چی بگم؟ خداوند اینو به من بده یا اونو به من بده؟ دیگه خجالت میکشم این چیزها رو صحبت کنم. با هم دعا کنیم عزیزان، دعا کنیم. و الان نمیدونم چقدر خدا با قلب تو صحبت کرده. اگه واقعا میخوای ارزش نجات خودت رو بدونی، به عیسی مسیح نگاه کن و همینطورم بگو که چشمم باز کن که واقعا قسمت های از این جهنم رو شاید ببینم. یا خدا من ممنون هستیم ممنون هستیم از تو خداوند که ما رو خیلی جدی گرفتی. دائما یه هوشیاری به ما میدی، دائما تکون میدی، ما رو راحت نمیذاری. هی اینقدر سیخونک های میذاری، مبادا ما تو خواب بریم، مبادا تو از تو دور بشیم، مبادا این هدیه ها خواندگی ما رو از دست بدیم. خداوند شفاعت میکنم برای خودم، برای این کلیسای آلفا اومگا. رحم کن خداوند، اونقدر به ما فیض بخشیدی، اونقدر با کلامهای خودت ما رو بنا کردی،
روز و شب خداوند روح خودت رو میفرسی. دنبال ما میدوی، فرشته های خودت رو فرستادی دنبال هر کسی که اینجا هست خداوند. عیسی جان رحم کن خداوند، چشمای قلبمون رو باز کن که واقعا ارزش نجاتمون رو ببینیم. این درد هایی که الان ما داریم خداوند، تصور کنیم این درد ابدیه، هیچ امیدی نیست که واقعا اینو بفهمیم. بیا روح القدس، بیا خداوند تو این مکاشفه رو بده به ما، چشمای قلبمون رو باز کن که زندگی ما واقعا در ترس خداوند. با احترام با تو بتونیم زندگی کنیم. مرسی خداوند، مرسی عیسی جان که روی محبت تو میتونیم حساب کنیم. مرسی که روی صبری که برای ما داری خداوند میتونیم حساب کنیم. همینطور که امروز هم خوندیم، مهربانی و صبر و حلم توست خداوند که ما رو به توبه هدایت میکنه. بیا خداوند روح القدس همه به ما نشون بده که ما آزاد بشیم از این خودخواهی هایی که داریم، فقط برای خودمون فکر میکنیم. ممنون هستیم که خداوند روح القدس یا مرسی که در ما و با ما هستی و ما رو در همه راه هدایت خواهی کرد و بیدار تو تنها تو هستی که ما رو بیدار خواهی کرد. کلیسای آلفا امگا رو خداوند برکت میدیم خداوند. اعضای بدن تو هستیم خداوند، زنده کن این سلولای تو، زنده کن این اعضای بدن تو خداوند که یک جلالی جدید به وجود بیاد. تشکر میکنیم خداوند و جلال رو به تو میدیم در نام تو عیسی مسیح. آمین و آمین.